معبد آسمایی، اولین عبادتگاه هندوان و سیک‌های افغان در شهر سیلور اسپرینگ رسماً افتتاح شد. این معبد در فاصله 40 کیلومتری واشنگتن اکنون در محیط خانه‌ای افتتاح شده است که بنیانگذاران آن بعداً در آنجا در نظر دارند عبادتگاهی را بسازند. افتتاح این مکان عبادت و گرد همایی مصادف شد با عید ویساکی پیروان اهل هنود. همزمانی عید و افتتاح این عبادتگاه شادمانی هندوان افغان ساکن در شرق ایالات متحده آمریکا را مضاعف ساخت. نکیش یک هندوی افغان است که 22 سال در آمریکا زندگی کرده است. این که از خانه خود ماست. هر کسی که اینجا آمده یک از فامیل هر پرابلم که داشته باشه، هر چیزی که داشته باشه، یک جای میشینیم، یک جای گپ میزنیم، سخن میزنیم، از این کده بهتر چی میشه؟ جامی راسک، قانونگذار آمریکایی در افتتاح این معبد شرکت کرد و گفت که بانیان این معبد میخواهند از این مکان برای حفظ عنعنات دینیشان استفاده کنند. جوامع افغان برای چندین دهه در این کشور وجود داشته و اطفال نسل جدیدی که اینجا متولد شدند و اینجا امروز حضور دارند، فکر میکنم افراد کلانسال این اجتماعی هندوان قویاً بر داشتن معبد مخصوص خودشان تاکید دارند تا جوانانشان با افغانستان در تماس باشند. مانش کاپور، عضو مؤسس این معبد، میگوید این عبادتگاه سهولتی را برای هندوان ساکن ساحی اطراف واشنگتن فراهم میکند. چون اینجا کلتور و فرهنگ فرق داره، مگر همیشه کوشش و سعی ما میخوام بود که اولادای ما اینجا تربیت شون و از کلتور و فرهنگ مردم اهل هنود و سکه افغانستان بلد شون. حمدالله محب، سفیر افغانستان در ایالات متحده، در مراسم گشایش این عبادتگاه و حمایت از فعالیت این معبد تاکید کرد. حمایت از این کمیونیتی ها مهم بایستن که اینا اونمو با یک اول خوب با یک دیگه وسیله کمک میشن و دومی که ارتباط ما به حیث سفارت امرایشان آسانتر میشن، چون ما میتونیم مستقیم امرای اداره تماس بگیریم و اداره باز میتونن که امرای کمیونیتی خود تماس گرفته. این یک معبد بسیار یک چیز فخر است بر ما که ما کل ما یک جایی متحد شدیم. بنیانگذاران این معبد میگویند که این عبادتگاه جدید شاخه ای از معبد آسمایی در جوار شاه دوشمشیره کابل است که عبادتگاه باستانی هندوان در افغانستان هست. هندوان افغان بعد از مهاجرتشان به دلیل جنگ های 3 دهه گذشته با کشورهای مختلف جهان معابد مختلفی را افتتاح کردند. اکنون شاخه های معبد آسمایی در بریتانیا، آلمان، هلند، هند، بلژیم و ایالات متحده ساخته شده است. این مرکز عبادت و یا مرکز فرهنگی مخصوص افغانهای هندو و سیک که در شهر سیلور اسپرینگ نزدیک واشنگتن دی سی امروز افتتاح شد، قرار است که 900 تا 1200 خانواده افغان در اونجا مراجعه بکنن و روزانه مناسک عبادی خود و همچنین مراسم آموزشی و درس‌های آموزشی را برای اطفال خود ارائه بکنم. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر سیلور اسپرینگ.